بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولین درس خدا از کتاب دروس اللغت العربیه لغیر الناطقین بها آغاز میکنیم. البته این کتاب دکتر فا عبدالرحیم تعلیف کرده و در چندین پوهنتون ها در دول خلیج ای تدریس میشه. البته برای کسای تدریس میشه که زبان اصلیشان عربی نیست و بسیار کتاب مفید و کتاب خوب واقع شده و کسی که تماما چهار جز داره، هر چهار جز زیره اگر ختم بکنه و خلاص بکنه، انشاءالله که در زبان عربی مسلط می باشه و مشکل نمی داشته باشه، یعنی می تانه کتابای عربی را به راحت بخونه و معنایش را بدانه. از درس اول شروع می کنیم. در درس اول و خاصتا در صفحه اول عنوانش است هادا. هادا اسم اشاره است به معنای این و رسمایی که در پیش روی خود میبینیم عبارت از خانه است، مسجد است، دروازه است، کتاب است، قلم است، کلیس، میز است، تخت خواب است و چوکی. هذا بیتون، این خانه است. هذا مسجدون، این مسجد است. هذا بابون، این دروازه است. هذا کتابون، این کتاب است. هذا قلمون، این قلم است. هذا مفتاحون، این کلیست. هذا مکتب، این میز است. هذا سریر، این تخت خواب است. هذا کرسی، این چوکی است. به صفحه دیگه انتقال میکنیم و در اینجا میبینیم که پیش از هازا ما اضافه شده و مام از علامات استفهام است، ادوات استفهام است. ما و همچنان همزه از جمله ادوات استفهام است و همچنان من که در این صفحه نیست و همچنان هل. حالا شروع میکنیم به ما. ما هادا یعنی این چیست. البته باید فراموش نکنین که ما برای غیر عاقل استعمال میشه، چنانچه در این صفحه تماما اکثر که میبینین این غیر عاقل است. ما هادا محاوره بین دو نفر است. ما هادا این چیست. جواب هذا بیت، این خانه است. باز دوباره تأکید میکنه هذا بیت، آیا این خانه است. جواب نعم هذا بیت، بله این خانه است. ما هذا این چیست. هذا قمیص، این پیراهن است. اهذا سریر، آیا این تخت است. طوری که میبینید ای چوکی است. مثل که یک کسی از شما پرسان کنه که آیا میز است، در حالی که او میز نیست، او صندوق است. میگین که لا هذا صندوق. در ایج جواب بلا میایه در آغاز لا هذا کرسی، نخیر این چوکی است.
أهذا مفتاح؟ آیا این کلیست؟ طوری که شما میبینین این قلم است. لا هذا قلم، نخیر این قلم است. تمرین اول، در این صفحه استاد میپرسه، شاگرد جواب میده. ما هذا اشاره به کلیست، شما جواب بگوین. هذا مفتاح، ما هذا، هذا کتاب، ما هذا، هذا قلم، ما هذا، هذا باب، ما هذا، هذا بيت، ما هذا، هذا كرسي. و به می ترتیب صفحه هفتم به صفحه هشتم و به تمرین دوم انتقال میکنیم و باز هم به خاطر پرکتیس بیشتر سوال میشه اهذا بیتون، جواب شما میگین، میگوین که لا. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه خانه نیست. شما در جواب میگین که لا هذا مسجدون. اهذا مفتاحون، طوری که در عکس میبینین ای کلی نیست. در جواب میگین که لا هذا قلمون. اهذا قمیسون، آیا ای پیراهن است؟ طبعا ای پیراهن است. در جواب میگین که نعم هذا قمیسون. اهذا نجمون، آیا این ستاره است؟ بله. در جواب میگین که نعم هذا نجمون. با صفحه نوم و با تمرین سوم انتقال میکنیم که در ایج بر ما میگوید اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. هذا مکتب، این میز است. هذا مسجد، این مسجد است. هذا قلم، این قلم است. هذا سریر، این تخت خواب است. ما هذا، این چیست؟ هذا کرسی، این چوکی است. اهذا بیت، آیا این خانه است؟ لا هذا مسجد، نخیر این مسجد است. ما هذا، این چیست؟ هذا مفتاح. دوستان گرامی، در حقیقت در اینجا چند چیز یاد گرفتیم. یکی هذا اشاره به قریب است و همچنان اهذا علامه سوالیه جور میشه ازی که آیا این، و همچنان ما هذا علامه سوالیه است. یعنی ما هذا و اهذا اردوش استفهامی است. این طوری که شما در ایجه میبینین ما هذا، اهذا و ما هذا. و همچنان کلمه لا و نعم. نعم اگر امو چیز راستی، امو چیزی که سوال کرده امو چیز بود، میگه نعم هذا بیتون، نعم هذا مفتاحون، و به می ترتیب. حالا انتقال میکنیم به کلمه جدید که عبارت از من است. من هذا. من همچنان از ادوات استفهام است. من هذا یعنی این شخص کیست، و من برای عاقل میآید و ما به غیر عاقل میآید. من هذا، هذا طبیب، این دکتر است. من هذا، هذا ولد، این پسر است. من هذا، هذا طالب، این شاگرد است. اهذا ولد، آیا این پسر است؟ طوری که میبینین این آدم بزرگ است، کلان است. در جواب میگن که لا هذا رجل، این مرد است. بعد از این به صفحه دوم انتقال میکنیم و در ایجا تمرین بیشتر برامو میته، خاصتا ما
بعد جو من، بعد جو هذا، و بعد جو هذا، باز لا، و بمی ترتیب. ما هذا، این چیست؟ هذا مسجدون. من هذا، این شخص کیست؟ هذا تاجرون، این تاجر است. هذا کلبون، این سگ است. اهذا کلبون، آیا این سگ است؟ فقط شما یک همزه را در اول اضافه کردین، ای به سوالیه تبدیل شد. اهذا کلبون، میبینین که این سگ نیست. میگوین در جواب لا هذا قطن، نخیر ای گربه است. هذا حمارون، این خر است. اهذا حمارون، آیا این خر است؟ لا هذا حصانون، نخیر ای اسب است. و ما هذا، و این چیست؟ هذا جملون، جمل یعنی شتر، این شتر است. با صفحه 11 انتقال میکنیم. در ایج باز تمرین ماس و هازاست و من است و همچنان اهادا و لا بمی ترتیب. ما هادا، هادا دیکن، این خروس است. من هادا، این شخص کیست؟ شما میبینین که ای استاد است و درس شرح میده. هذا مدرسون، یعنی ای معلم است، درس میده. اهذا قمیسون، آیا این پیراهن است؟ طوری که میبینین ای پیراهن نیست، ای دستمال است. لا هذا مندیلون، نخیر ای مندیل است یا دستمال است. تمرین، اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. ما هذا، شما ببینین که در امی ده جمله تماما درس تقریبا در ایجه خلاصه کرده، یعنی ما، من، هذا، اهذا، لا و نعم به می ترتیب تماما چیزا را در اینمی فقره اخیر خلاصه کرده. ما هذا، این چیست؟ هذا قلمون، هذا کلبون. من هذا، هذا طبیبون. هذا جملون، این شتر است. اهذا کلبون، آیا این سگ است؟ لا هذا قطون. اهذا دیکون، آیا این خروس است؟ نعم، بله. اهذا حصانون، آیا این اسب است؟ لا هذا حمارون، نخیر ای خر است. هذا مندیلون، این دستمال است. اهذا ولدون، آیا این پسر است؟ نعم، بله. من هذا، این کیست؟ هذا رجلون، این مرد است. دوستان گرامی، ای بود پایان درس اول ما. البته در اینجا چند چیز باید دقت بکنین. اولی که امی درس دو سه مرتبه باید بخونین تا ای که عربیتان و نطقتان در اینجا بهتر شوه، و دومی که کلماتی که در جمله استعمال میشه مثل ما، من، نعم، لا، ایرا خوبتر پرکتس کنین و در جمله استعمال کنین، و همچنان کلمات عربی را در کتابچه هایی که دارین، کتابچه های 100 ورقه، ایرا دو ستون جور میکنین، هر صفحه یک ستون از ایرا کلمات عربی را نشته میکنین و در ستون مقابلش ترجمه فارسی شه، و به این ترتیب. البته ما بسیار زیاد کوشش میکنیم تا هر فایل ما از 15 دقیقه زیاد نباشد، چرا؟ به خاطر از این که ما در روان کردن از این، فرستادن از این مشکلات زیاد میبینیم، و اگر سوالاتی بود مربوط به این درس
میشه که با شما در تماس باشیم و او مشکلات حل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.